زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست بیننده های خوب و همیشگی برنامه تن سالم سلام آرزو میکنم هر گوشه دنیا هستین حالتان عالی باشه هموطنان عزیز حتما از طریق رسانه ها شنیدید که مدال لیوناردو شایبر چیست و قرار است تاریخ 26 آپریل سال جاری این مدال اهدا شود و این را هم میدانید که خوشبختانه یکی از دکتران سرزمین ما جزء کاندیدای این جایزه عادی هست کسی که 23 اثر تیبی را نوشته است کسی که اولین اطلس عملیت های جراحی در افغانستان را به زبان دری نوشته است کسی که اولین ترجمه شوارت را انجام داده است و کسی که اولین کتاب آنکولوژی را در افغانستان برشته تحریر در آورده است بله هموطنان عزیز امروز برنامه تن سالم افتخار میزبانی پروفسور پهندوی دکتر بسم الله شیوامل را دارد جناب دکتر صاحب سلام خوش آمدین به برنامه تن سالم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده های گرانقدر تلویزیون آریانا مدیکل کمپلکس ما در خدمت شما هستم تشکر جناب استاد محترم گرچه جامعه طبی افغانستان از شما شناخت کافی دارند لیکن سایر هموطنان ما میخواهند در مورد شما بیشتر بدانند که شما چه ویژگی داشتید که جز کاندیدای مدال لیوناردو شایمر قرار گرفته اید خوب است که برنامه را با این سوال آغاز نماییم چگونه توانستید یک جراح موفق در کشوری که در تبابت در جهان در سطر جدول است قرار بگیرید تشکر شما زنده باشین بیاین که صحبت خود را از یک شیر که سخت دوستش دارم آغاز بکنم زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود لیک صحنه پیوسته بجاست خورم و نغمه که مردم بسپارند به یاد فکر می کنم مهم نیست که ما چقدر زندگی می ولی این بسیار مهم است که چگونه زندگی کردیم و یا چگونه زندگی میکنیم ما زمان کوتاهی را بر زندگی کردن در اختیار داریم و این زندگی مانند جاده یک طرفه است که گرد نداره آن چه کردی میمانه و آن چه نکردی فراموش میشه البته دوران کودکی، مکتب، تحصیل و کار به سرعت سپری میشه و زمان متوجه میشی که پیر و سال خورده شدی چشمت نمیبنه و دستت میلرزه که ای همو مرگ اولی یک جراح است در زندگی معمولا مواقع فرا می که باید در همو مقطع عمیق بیندیشی و دقیق تصمیم بگیری در زندگی ما همچنین بودم ما از سنوف یازدهم دوازدهم مکتب علاقه شدید به تبابت و پیلوت شدن داشتم زمانی که مکتب به پایان رساندم کاندید بورس تحصیلی کشور فرانسه شدم و در میان ده بهترین شاگرد لیسه استقلال قرار گرفتم و همزمان بعد از سپری شدن امتحان کنکور پوانتون کابل به طب پذیرفته شدم میخواستم در فرانسه طب بخوانم ولی بخت یاری نکرد فرانسوی ها تصمیم دگی بر من گرفتند که فاکولتی ساینس بخوانم در این مقطع واقعا یکی از مقاطع بسیار حساس و سرنوشت ساز در زندگی نوجوانی ما بود که باید عمیق میاندی شدم و دقیق انتخاب میکردم و انتخاب کردم از آغازین روزهایی که در دهلیز تعمیر کونه تب قدم گذاشتم تصمیم گرفتم که بعد از هفت سال با دیپلوم اینجا را به پایان برسانم که چنین شد در کادر علمی فاکولتی طب کابل پذیرفته شدم و سرانجام در دیپارتمنت جراحی انستوت دولتی طب کابل ابو علی ابن سینا در شفاخانه وزیر اکبر خان و کار آغاز کردم بار اول که در دالیز شفاخانه وزیر اکبر خان قدم گذاشتم تصمیم گرفتم که جراح و استاد موفق به با بار بیایم. به با مشوره های استادای گران قدرم و دیگر همکارایم گوش فرا دادم و مدت نگذشت که به گفته دوستانم از جراحان برجسته شدم که در کابل میان جراحان شفاخانه های در مورد من سر و صدای ایجاد شد تلاش کردم بیشتر بیاموزم و در خدمت هموطنان قرار داشته باشم ولی سیر حوادث در سالهای 1372 توری رقم خورد که مرا مجبور به ترک وطن کرد در خارج کشور هم آرام ننشستم دکتورا یا پی دی خود را در یکی از مراکز اکادمیک جهان دفاع کردم و می خواستم که در ختم دفاع دوباره برگردم به وطن ولی وضع امنیتی آن زمان از برگشت من بازم داشت بالاخره دنیای مهاجرت و وطنی را اختیار کردم و بالاخره به کشور آلمان رسیدم و در اینجا تقریبا سی سال است که مسکن گزیدیم و کار میکنم سه سال اول در این کشور بایس دکتر مهمان کار کردم و تلاش کردم بیاموزم البته آغازین سالهای کار در اینجا برم بسیار دشوار بود اولین بار که در عملیات خانه شفاخانه ولفراتاوزن داخل شدم با وجود که تقریبا یک سال و نیم یا دو سال اخیره در شفاخانه وزیر اکبرخان خان شف سرویس جرایی بودم خود را گم کرده بودم وقتی دیدم وسایل تکنیک جدیده میدودهای عملیاتی جدیده دشواری های زبانی قوانین طبی و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت ولی تسلیم نشدم آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم پیش رفتم و هیچ گاهی هیچ گاهی زادگاه هم و هم مسلکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر انتقال بتم تا به این جا... جایگاه برسم آه سوال شما چگونه توانستم جرای موفق شوم؟ اگر جرای موفق استم یا نیستم با تعهد مسلکی و اندیشویم تلاش کردیم که صادق بمانم فکر می کنم داشتن اهداف مشخص در آز مدت و کوتا مدت در زندگی انسان ها و تلاش کردن بر رسیدن به یه اهداف با پشت کار تلاش ریاضت کشیدن می تانه انسان ها را در زندگیش موفق بسازد و با جایگاه برساند خلاصه از دید من تبابت نه تنها یک پیشه یک مسلک یا یک حرفه است بلکه یک رسالت هم است که باید انجام داد ما در دا این راه دشوار اما افتخارآمیز مدیون استادان بزرگوار پروفسور دکتر محمد معروف لطیف و پروفسوران گران قدر که دیگه امروز با ما نیستند مانند پوهان سب حسینی پوهان لودین پوهان مولانا رحیمی پوهاند ایصف هما پوهاند اجازی پوهاند آشم کمال پوهاند بالمکنداز پوهاند ایوب اکبر استاد گران قدرم ابراهیم یوسفی استاد عزیزم اسدالله رحمت و یاران عزیز سرویس جرایی وزیر اکبر خان و همچنان همکارانم پروفسور تورتور پروفسور شمیت پروفسور روپرت پروفسور دیمل کریستیان شمیت دکتر گروندای و سایر همکارانم در آلمان هستند که از اینها بسیار و بسیار آموختم و آموخته ها و اندوخته های بر هم مسلکانم در کشورم آموختاندم با این سوال شما اکثرا مواجه شدیم در لکچر های درسی، در کنفرانس ها، در صحبت های انفرادی که چی گونه یک طبیب خوب شد و پاسخ ما همیشه ای بوده که بر طبیب خوب شدن اول باید عاشق مسلک شد یک زبان خارجی را باید دقیقا بدانیم چون ما کتاب های مرجعی که به او مراجعه بکنیم نداریم و باید که کامپیوتر را دقیقا بیاموزیم تا به جایگاه برسیم در غیر آن چیز نخواهیم شد سپاس فرامان استاد محترم من مطمئن هستم که این صحبت های شما برای دکترانی که در دیار غربت هستند بهترین انگیزه و امید تازه ای را می دهد. جناب استاد محترم برویم به سوال دوم که همه هموطنان ما می خواهند بدانند که شما چه دستاورت هایی با خود داشتید که توانستید در لیست نخبگان مدال لیوناردو شایبر منحسی یک دکتر افغان قرار بگیرید. تشکر شما بهتر از ما میدانین که با گفته پروفسور تورتور یکی از جراحان برجسته و به نام آلمان که چند قبل ما صحبتش شنیدم اربیت گمنشفت، گلوبال سرجری یا جامعه کاری جهانی جراحی رئیس سکرتر جنرال و هیئت رئیسی جامعه جراحان آلمان مرا بر اساس معیاراتی که ای جامعه داره در لیست قرار دادن ای که کدام معیارات است متاسفانه خودم نمیدانم ولی به نظر ما احتمالاً میارات مورد نظر از یاره ما داشتیم که در این لست قرار گرفتیم اما آنچه میتونم خدمت شما عرض بکنم این است که ما در طول دوران کار مسلکیم باعث جرا و یا کار اکادمیکم باعث استاد تنها وظیفه و مسئولیت خود را در قبال وطن خود انجام دادیم بر صورت بر دریافت اطلاعات بیشتر اگر علاقمند مند هستین با کمیسیون مربوط رابطه بگیریم. اما یک توضیح مختصر هم دارم خوشبختانه و خوشبختانه اطلاع یافتم که بحث فقط در این روزها روی پنج کاندید در جریان است که هر روز یکی دو کاندید حذف میشم اما باید گفت که تاریشه در آب است امید سمری است اگر بتانم این جایزه عالی را به دست بیارم ای سهم مردم افغانستان طبیبان و مخصوصا خانواده جراحی ما است که باوده من گذاشتند و ما فقط انتقال دهنده ای جایزه تشکر جناب استاد محترم مردم و جامعه طبی افغانستان امیدوار هستند که به این افتخار بزرگ به نام افغانستان ثبت خواهد شد و مردم ما و جامعه طبی افغانستان سپاسگزاری یکایک زحمت های شما در این راستا هست جناب استاد محترم میریم به طرف سوال بعدی شما من حیث یک جراح برجسته کشور جرمنی برای رشد طبابت افغانستان چه کارهایی کردیم؟ ممنون شما شما میدانین که ما سالهای طولانی بایست جراح در یکی از شفاخانه های معتبر و بزرگ شهر کابل و ولایات کشور و هم به حیث استاد جراحی در بزرگترین مؤسسه تحصیلات طبی کشور انجام وظیفه کردیم مریضای فراوان را معالجه کردیم تعداد زیاد کادرهای طبی را پرورش دادیم و به جامعه تقدیم کردیم که دیروز و امروز در های بلند اکادمیک و معالجوی قرار گرفتن و یا قرار دارند در پروژه های تحقیقاتی داخل و خارج کشور یا مستقیما سهم داشتیم که اجرا کردیم و یا کمک کننده بودیم و آثار طبی تهیه کردیم و در کنفرانس ها و کنگره های جهانی اشتراک کردیم مقالات و دستاورد های از جرایی افغانستان هم داشتیم میتود جدید ترمیم جروحات اسناعش را در شفاخانه وزیر خان انکشاف دادم و پیشنهاد کردم و از این میتود در داخل و خارج در مجامع علمی دفاع کردم و باعث یک متد جدید ای ثبت کردم مطمئنم که همه ای بدون شک تاثیرات را بر جا میگذارد حتی در مهاجرت آموخته ها و اندوخته های به نسل نو طبیبان سرزمینم انتقال دادم در دو دهه اخیر داوطلبانه با مصارف شخصیم سالانه دو بار به با کشور و ولایات مختلف سرزمینم سفر کردم و های جدید تداوی و معالجه و جدیدترین تحقیقاتی که در ساحه جراحی مخصوصا وجود داشت با ارائه کنفرانس ها لکچر های حضوری نوشتن کتاب ها و یا اجرای عملیات ها در کشور به معرفی گرفت در چهار دهه اخیر تقریبا 24 جلد اثر طبی نوشتیم که بعض از آنها همونطور که شما در آغاز گفتین بر اولین بار در کشور ما عرضه شده مثل خلاصه از اصول جراحی شوارز اطلس عملیات های جراحی قدم به قدم کتاب آنکولوژی و یا تکس بوک 1200 صفحه جراحی بطنی که همه تاثیرات خود را داشته تقریبا بیش از 80 مقاله علمی و تحقیقاتی جدید یا ترجمه کردیم و یا خودم نوشتیم و نشر کردیم و به اختیار نسل جوان قرار دادیم سامانالات جراحی را در کشور آلمان جمعوری کردیم با خود بردیم و در داخل کشور به اختیار طبیبای خود قرار دادیم لکچرهای امراض آنکولوژی را بر اولین بار در کوریکولوم طبی افغانستان در فاکولتی طب پانتون غالب حیرات آغاز کردم که بعد از او در بعض از شفاخانه ها سرویس آنکولوژی ایجاد شد در سالهای اخیر بر دختر خانم های بازمانده از تحصیلات طبی لکچرها و کنفرانس های طبی را از طریق آنلاین سازمان داده و ارائه کردم. همکنون با تعداد از دوستانم مانند پروفسور بابوری در آمریکا و پروفسور جاوید در اندونزیا در تلاش هستیم که بتانیم چگونه کمک های تلمیتسین به خاطر آموزش و ارتقای ظرفیت های نسل جوان و متخصصین از یک طرف و مشوردهی و تداوی مریضا از جانب دیگر به خاطر جلوگیری از فرار سرمایه سازمان بتیم تیم های را از جراحان آلمانی آماده ساختیم و غرض مداخلات جراحی مریضای سوی شش ولادی مخصوص اطفال و کنترکتورهای مختلفه به کشور فرستادیم که با مصارف خود تعداد از مریضا را تداوی کردند که آخری تیم هم قرار است تا یک هفته دیگر در یکی از ولایات شمالی کشور ما برن با وجود این همه معلومات فکر میکنم که پاسخ این سوال شما باز هم به نسل بعد از من پیوند داره که آنها چگونه کارهای مرا ارزیابی میکنن آنچه انجام دادم و یا میتون در رشد تبابت افغانستان نقش داشته یا خیر این قضاوت است که نسل بعدی و یا نسل جوان بعد از من میتونه انجام بده ممنون شما جناب استاد جامعه تیبی افغانستان به خصوص دکتران نسل جوان به خود می بالند که طبیب حاضق زحمتکش و دلسوزی مثل شما در خود دارند خوب است که در قسمت آخر برنامه جناب استاد یکی از خاطره های جالب زندگیتان را بشنویم و با بیننده های عزیز خداحافظی کنیم ممنون شما فکر میکنم فراز و فرود زندگی ما افتیدن ها و برخواستن های زمان کار مسلکی ما مانند هر جرای دیگر پر از خاطره های خوب و بد است که همه از این در کتاب نشتر هستی یا خاطرات یک جرا باستاب یافته کتاب خاطرات یک جرا کتاب جالبه است که ما یادداشتها و نوشته های بر دوست بسیار عزیزم قدوس زریر سپردم بدون اغراق و غلو قلم زد و کتاب شد به نام نشتر هستی یا خاطرات یک جرا که سخت مورد استقبال جامعه طبی و مخصوصا جوانان سرزمینم قرار گرفت اگر علاقه مندان دانستن خاطرات زندگی ما هستیم پیشنهاد میکنم که این کتاب مطالعه بکنیم کتاب خوشبختانه یا متاسفانه کاملا توزیع شده و پول آید از او هم به یکی از مؤسسات خیریه اطفال سپرده شده کوشش میکنم بعد از برگشت از کشور که انقریب سفر دارم دوباره چاپ دوم از این کتاب روی دست بگیرم و خدمت بیننده ها و خواننده های عزیز تقدیم بکنم در اخیر میخوایم بگویم که جمله که زیاد همیشه تاکید میکنم سرش که گام های بزرگ از گام های کوچک آغاز میشه ما هم از گام های کوچک آغاز کردیم که امروز گام های بزرگ را میتونم بردارم تا این مسیر دشوار ولی افتخارآمیز همان گونه که ما پیمودیم بر هر طبیب جوان و هر متخصص کشور ما امکان پذیر است و در اخیر میخوایم با سراغ شعر جالب برم که نوشته شاد بودن هنر است شاد کردن هنر بالاتر. لیک هرگز نپسندیم بخیش که چو یک شکلک بی جان شب و روز بی خبر از همه خندان باشیم بی غمی درد بزرگی است که دور از ما باد بی غمی درد بزرگی است که دور از ما باد ممنون و سپاسگزار هستم از شما از آریانا مدیکل کمپلکس که واقعا زحمت کشیدن و من متاسف هستم که این افتخار بزرگی که اگر نصیب جامعه طبی ما شوه رسانه ها و بخش های دیگه کمتر همکاری کردن به هر صورت تاریشه در آب است امید سمره است و من امیدوار هستم که افتخار بتانم در آخرین لحظات زندگی خود بر جامعه طبی افغانستان بر مردم افغانستان و بر خانواده جرایی افغانستان به بیارم از شما صمیمانه سپاسگزار هستم جناب استاد محترم یک دنیا ممنون از وقت گرانبهای شما و ما منتظر هستیم که به این افتخار بزرگ به نام جامعه طبی افغانستان ثبت گردد بیننده های خوب برنامه تن سالم تشکر از اینکه همراهی برنامه خودتان بودین شما را تا برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپارم خدا نگهدار